زن و مردی بودند که از مال دنیا بی نیاز بودند. یک روز زن به مرد گفت برو توی بازار و یک نوکر پیدا کن و بیاور تا هم کارهای من را انجام بدهد و هم وقتی تو نیستی همدم من باشد. مرد به بازار رفت و یک نوکر سیاه چهره پیدا کرد. اسم او جعفر بود. جعفر وقتی به خانه ارباب خود آمد و چشم او به چهره زیبای زن او افتاد، یک دل نه صد دل عاشق او شد و از خدا خواست که او را به وصال زن برساند. چند روزی جعفر کارها را به خوبی انجام داد و زن و مرد از دست او راضی بودند. روزی زن و مرد می‌خواستند به گردش بروند. زن به جعفر گفت تا ما برمیگردیم تو خانه را جارو کن، جوری که اگر روغن بریزی بشود دوباره آن را جمع کرد. جعفر شروع کرد به رفت و روب. وقتی خوب همه جا را جارو کرد، یک ظرف روغن آورد، آن را توی خانه خالی کرد و دوباره روغن را جمع کرد. وقتی زن و مرد به خانه آمدند، دیدند همه جا چرب است. زن گفت چرا این کار را کردی؟ جعفر گفت شما دستور دادید، من هم همان کار را کردم. چند روزی گذشت، کار رسیدگی به خر، گاو و گوسفندهای ارباب هم با جعفر بود. روزی جعفر فراموش کرد کاه حیوانها را بدهد. خر شروع کرد به عرعر و گاو هم شروع به صدا در آوردن کرد. زن از سر و صدا عصبانی شد و گفت برو اینها را خفه کن، نگذار سر صدا کنند. جعفر هم تنابی برداشت و برد دور گردن حیوانها انداخت و همه آنها را خفه کرد. بعد سرهای آنها را توی آخور گذاشت و برگشت. بعد از مدتی زن دید هیچ صدایی از حیوانها در نمی آید. رفت نگاه کرد و دید همه آنها خفه شدند. به جعفر گفت چرا آنها را خفه کردی؟ جعفر گفت شما گفتید آنها را خفه کنم. من هم دستور شما را اجرا کردم. مرد و زن از کارهای جعفر به تنگ آمده بودند. یک روز زن به جعفر گفت برو دانه مرغ‌ها را بده تا صدای از آنها در نیاید. جعفر هم رفت و سر مرغ و خروس‌ها را برید و نوکشان را گذاشت روی دانه‌ها و برگشت. وقتی زن متوجه کار جعفر شد، از او پرسید که این چه کاری است که کردی؟ جعفر گفت من دستور شما را انجام دادم. یک روز بچه های زن داشتن گریه می کردن. زن بچه ها رو به جعفر سپرد تا چیزی به آنها بدهد بخورند و گریه نکنند. جعفر هم یک دیگ آبجوش درست کرد و بچه ها رو گذاشت توی دیگ. بعد از مدتی جعفر دید بچه ها مردند. آنها رو کنار دیوار نشان و کمی گندم برشته جلوی آنها گذاشت. هر کسی نگاه میکرد خیال میکرد که بچه ها کنار دیوار نشستند و گندم برشته میخورند. وقتی زن سراغ بچه ها رفت دید مردند. به جعفر بد و بیراه گفت و شب که شوهر آمد ماجرا را برای او تعریف کرد. آنها تصمیم گرفتند جعفر را بگذارند و از آن دیار فرار کنند. جعفر از پشت در حرفهایشان را شنید و نیمه شب که مرد و زن بار سفر بستند، سایه به سایه آنها رفت. رفتند و رفتند تا به کنار دریا رسیدند. زن و مرد تصمیم گرفتند آنجا استراحت کنند. وقتی شام را آماده کردند، مرد خندید و گفت امشب جای جعفر خالی است. در این موقع جعفر جلو آمد و گفت نه خالی نیست، من سایه به سایه شما آمدم. بعد از شام جا انداختند بخوابند. جعفر کمی دورتر از آنها خود را به خواب زد. شنید که مرد به زن میگوید وقتی جعفر خوب خوابش برد او را توی دریا میاندازیم تا از شر او راحت شویم. خوابیدند. مرد خورخورش به هوا بلند شد. جعفر برخاست و جای خودش را با مرد عوض کرد. بعد هم زن را بیدار کرد و گفت بلند شو جعفر را به دریا بیاندازیم. دست و پای مرد را گرفتند و او را توی دریا انداختند و کنار هم خوابیدند. صبح که زن بلند شد دید جعفر کنارش خوابیده. گفت خانت خراب، تو پهلوی من بودی؟ جعفر گفت بله، جسد شوهرت هم توی دریاست. حالا زن من می شوی؟ زن ناچار قبول کرد و زن جعفر شد.